سلام. بعد از اینکه سالها واردات خودرو بسس و اصلا ماشین جدیدی تو ایران نداریم، بالاخره یه برند اروپایی، اون هم مدل 2020ش وارد کشور شده و تونسته پلاک ملی رو بگیره. فیات دوکاتو ماشینی هستش که اخیراً توسط پارسیا موتور به کشور اومده و تونسته پلاک ملی بگیره. تقریباً یه تحول عظیمیه توی قسمت ماشین‌های تجاری. رقیب خیلی خاصی واقعاً تو ایران نداره، چون الان مدت هاست که اصلا ماشین‌های تجاری توی ایران خیلی محدودن. شرکت‌های خیلی کمی تونستن برندهای خیلی خاصی رو بیارن که الان تولیدشون خیلی کمه و فیات باید بگیم که خیلی ماشین شاخص و تنهایی الان توی بازار رو میتونه به راحتی بازار رو قبضه بکنه. امروز می‌خوایم فیات دوکاتو رو تست بکنیم. ممکنه که خیلی از شماها مخاطب و یا خریدار این ماشین نباشین، ولی نکات خیلی خوبی داره، چون که یکی از معروف‌ترین ون‌های هستش که سالها داره توی بازارهای جهانی عرضه میشه. مدلی که به ایران اومده آخرین نسلش هست، نسل 4 که از سال 2014 وارد بازارهای جهانی شده و ما اینجا می‌خوایم تستش. فیات دوکاتو در حقیقت روی پلتفرم X290 طراحی شده. این پلتفرم رو فیات و پژو سیتروئن با هم زدن. الان هم فیات دوکاتو، هم پژو باکسر و هم سیتروئن ریلی دقیقاً روی همین پلتفرم هم و همین ماشین توی آمریکای شمالی به نام رم پرو مستر داره عرضه میشه. قابلیت این پلتفرم اینه که شما میتونید با چند تا ویل بیس مختلف و ارتفاع مختلف و البته کارکردهای مختلف، مثلا به عنوان مینی بوس یا پشتش رو به عنوان باری استفاده بکنین، آتش نشانی، امداد رسانی، کلی از این امکانات مختلف میتونین از این ماشین استفاده بکنین. همونطور که گفتم این ماشین فیس لیفت سال 2014 است، ولی خب خیلی چهره خشن و جدی داره. این بغلش هم چراغ مخصوص روز داره. مثل همه ونهایی که توی بازار جهانی هستن خیلی دماغه کوتاهی داره، که البته سبک تولید ونها اینطوری هستش. کنارش رو ببینید، یه در اسلایدی داره که فقط با دکمه‌ای که داخلش هست باز و بسته میشه. این زیرم که دقت کردین یه دونه زیرپایه میادش که شما راحت بتونید حالا باهاش سوار شین یا پیاده بشین. نکته خیلی جالبی که رعایت شده توی دوکاتو اینه که در تا اونقدری باز میشه که یک پالت استاندارد جهانی بتونه راحت از این بغل بره تو و بیاد بیرون و لازم نباشه که هی کجش بکنه. درهای عقب دوکاتو به صورت روبروی هم باز و بسته میشن که به این مدل درها میگن سویساید. حالا چرا اسمش البته سویسایده؟ برمیگرده به داستان تاریخی خیلی قبلن که میتونین سرچ بکنین بخونین. این مدلی که الان اینجا داریم برای پسنجر هستش و درهاش 180 درجه باز میشن. ببینین تا اینجا باز میشن. ولی اون مدل هایی که برای باری هست میتونین سفارش بدین که درها 270 درجه باز باشن و کامل روی بدنه بخوابن و از این بغل دیگه خطر نداشته باشه. داخل ماشین رو ببینین، کف ماشین کماکان چند تا ریل مختلف هست که حالا به تناسب سفارش شما میشه ردیف های صندلی رو کم و زیاد کرد. این بالا هم یه دوربین عقب هستش و بالا اون کولر هستش که واسه کل کابین میتونین دما رو کنترل کنین. دوکاتو رو میتونین با 4 ویل بیس مختلف و 3 ارتفاع سقف مختلف نسبت به اون کاربردی که دارین سفارش بدین. خب فهم کنم با ماشین نسبتا آشنا شدیم، بیرونش رو دیدیم و بریم سوار کابین بشین و بعدش هم رانندگی بکنیم. داخل ون فیات دوکاتو خیلی جا داره و کلی قسمت‌های مختلف گذاشته که شما میتونید لوازماتون رو راحت داخلش بذارین. خود دندانم چسبونده به داشبورد، یعنی وسط کاملا خالیه که اگر خواستین میتونین راحت از این طرف پیاده بشین. حالا که اومدم این طرف
این بالا هم ببینین یه کول باکسه که میتونین ازش استفاده بکنین و این وسط هم یه جای خیلی ساده و کاربردی داره که حالا مثلا شما موبایل یا تبلتتون رو روش میتونین بذارین یا اگر نخواستین مثلا حالا فرمی هستش چیزی هستش میتونین بذارین و ازش استفاده بکنین. خب اولش که میخواین ماشین دوکاتو رو روشن بکنین، خب این بغلش ترمز دستی سمت چپ که یکم باید حواستون باشه تا آخر پایین باشه، یعنی یکم مجبورین خم هم بشین. موتوری که روی ماشین نصبه با کد F1A معرفی شده، موتور 2.3 لیتری توربو شارژ مولتی جته که همین موتور بین 130 تا 180 اسب بخار و البته تا حد اکثر 450 نیوتن متر گشتوار رو میتونه تولید بکنه، نسبت به سفارش شما بهتون تحویل داده میشه. گیرباکسی که روی این مدلی که ما الان داریم 6 سرعته دستیه، ولی یه گیرباکس خیلی معروف 9 سرعته اتوماتیک هم داره که خب خیلی معروفه و به ادبولو هم احتیاج نداره این ماشین. تعلیق جلوی ماشین مکفرسون استرات، عقبش فنرشمشه که طبیعیه فنرشمشه چون قراره بار زیادی رو هم بکنه. ترمزم توی هر 4 تا چرخ دیسکی هستش، ولی عملکردش رو بخوام بگم اصلا ماشین خشکی نیستش، کنترل خیلی خوبی روی محیط دارین، هندلینگ ماشین واقعا خوبه به عنوان یه اروپایی و اصلا فکر نمی کنین که ون سوار شدین، واقعا مثل یه سواری میمونه و ترمزاش خیلی خوب میتونه ماشین رو کنترل کنه. امنیت ون خب یکی از مهمترین نکاتیه که در مورد اینجور ماشینا مطرحه، ولی خب تستاشون خیلی متفاوته. توی مثلا مؤسسه یورو انکپ این ماشین تونسته مدال برنز رو بگیره، میگم هم تستاش متفاوته هم امتیازه، ولی خب برای اینکه بدونین بودن تو چه سطحی هستش، تقریبا اندازه تویوتا پرو ریس اون هم توی یورو انکپ مدال برنز رو گرفته بود. هدف از ایجاد دوکاتو این بوده که خودروی اقتصادی برای مسافت‌های طولانی و مصرف سوخت کم تولید بشه و مصرف سوخت این خودرو به صورت ترکیبی بین 5.8 دهم لیتر تا 6.9 دهم لیتر. حجم باک این خودرو حدود 90 لیتره که باعث میشه بتونید مسافت‌های طولانی رو باهاش طی بکنید. دوکاتو به صورت استاندارد به صورت دیفرانسیل جلو اومده توی ایران، ولی توی پرانتز باید بگیم که به صورت دو دیفرانسیل هم میتونین این خودرو رو سفارش بدین. دوکاتو به صورت دیزلی عرضه شده و بعد حدود هر 10000 کیلومتر برای سرویس های دوره‌ای مراجعه کنین. یه سیستم خیلی جالب و هوشمندی که دوکاتو داره اینه که خب ممکنه شما از این ماشین به عنوان یه ون باری استفاده بکنین و تقسیم وزن بارهایی که اون عقب گذاشتین متفاوت باشه، یعنی مثلا بارهایی که سمت راست باشن سنگین تر از بارهای سمت چپ باشن. این میاد بر اساس تقسیم وزنی که حالا اینا دارن که حالت مساوی هم نخواهد بود قاعدتا، میزان ترمز و ترکشنی که توی هر چرخ هستش رو تنظیم میکنه تا شما بتونین همون هندلینگ و همون تجربه عادی ون رو داشته باشین. از نظر آپشن دوکاتو خیلی آپشنای مختلفی داره، مثلا سیستم کنترل بین خطوط داره یا ASR داره، کنترل لغزش، یا یه سیستمی داره که شما میتونین توی سربالایی وقتی که پاتون رو ترمز برمیدارین تا چند ثانیه نگه میداره ترمز رو که فرصت داشته باشین پاتون روی گاز بزنین تا ماشین عقب عقب نره و خب خیلی آپشنای دیگه که البته نسبت به سفارش خودتون روی ماشین قابل نصبه. یه دونه LCD کوچیک این بالا سمت چپ هستش که حالا بغیر از این که دوربین عقب یا اگر ماشینتون مجهز باشه دوربین 360 رو نشون میده، یه امکان جالب دیگه هم داره. مثلا فرض کنین که از این ماشین دارین به عنوان سرویس مدرسه استفاده میکنین و یکی از بچه‌هایی که حالا عقب نشسته کمربندش رو نبسته، توی این LCD نشون میده که مثلا فلان ردیف فلان صندلی کمربندش بسته نشده و شما میتونین بهش تذکر بدین.
این شاید تنها خودروی باشه که داریم توی خودروبانک تست میکنیم و قصد نداریم که ازش تست شتاب بگیریم، چون اصلا مطرح نیست برای یک ماشین تجاری بس شتاب و اینجور چیزها. ولی خب بدونین که واقعا شتاب اولیه ثانویه خوبی داره، گشت‌آور خیلی خوبی داره و حالا با وجود اینکه ونه و وزنش زیاده ولی ماشین تند و فرزیه. فیات دوکاتو تو بیش از 80 کشور جهان داره عرضه میشه و هر سال تقریبا بین 30-35 هزار تا فروخته. البته پارسال یعنی سال 2020 نزدیک 50 هزار تا تونست بفروشه که عدد خیلی خوبیه. توی ایران تقریبا میشه گفت رقیب خیلی جدی نداره مگر هیوندای H350 که اونم اصلا الان خیلی تو حاشیه است و تقریبا میشه گفت بی رقیبه توی ایران. خب شما میتونید با کاربردهای مختلف این ماشین رو سفارش بدین و با تجهیزات مختلف که یکی از پوانش هست و خب برند معروف جهانی و اروپایی هستش. فکر میکنم الان دیگه وقتشه که شرکت‌های دیگه هم برن سراغ ماشین‌های تجاری و خب یه مقداری تنوع رو توی این بخش بیشتر هم بکنن.